بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز اول ماه بهمن، یادآور روزهایی است که در زمستان رایحه بهاری رو مردم احساس می‌کردند و لمس می‌کردند، و در زمستان سال 57 بعد از 16 سال مبارزه و استقامت به پیروزی رسیدند. اتفاقا سالی که انقلاب ما پیروز شد در بهمن 57، سال 99 بود. امروز هم که ما صحبت می کنیم سال 99 است، البته اون 99 قمری و این 99 شمسی، ولی حالا این تقارن وجود داره که در هر دو سال 99 اون سال پیروزی بزرگ در برابر استبداد و استعمار، امسال هم انشاءالله سال 99 پیروزی در برابر فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی با ایستادگی مردم، و انشاءالله و قطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. باید شکرگزار خداوند باشیم که در 99 قمری یک ظالم و مستبد دورانش تمام شد و سرنگون شد. امروز هم در 99 شمسی یک مستبد دیگر دورانش سپری شد و امروز روز پایان حکومت نحسش هست و پایان یافت کسی که در تمام 4 سال جز ظلم و فساد و ایجاد مشکلات برای مردم خودش و مردم جهان ثمر دیگری نداشت. من جمله ای رو میخوام عرض کنم نسبت به امام عزیز و بزرگوار که انقلاب ما، پیروزی انقلاب ما مرهون راهبری های داهیانه ایشون هست. این نکته مهمی است که امام در طول مبارزه و بعد در طول حکومت اسلامی که اون بزرگوار حضور داشت بر دو مسئله همیشه تکیه داشت: توکل به خداوند، اتکال به حق و اعتماد به مردم. امام اسلام رو و اجرای احکام اسلام رو با نظر اکثریت جامعه مسلمان ایران کنار هم قرار داد، و این رو شما بدونید. وقتی اسلام و احکام اسلام در جامعه ما میتونه حاکمیت کامل داشته باشه که ما بتونیم اکثریت مردم رو به خوبی با اسلام آشنا کنیم، اسلام تنها مشکلش دعوته، یعنی ما باید بتونیم دعوت کننده خوبی باشیم، والا اسلام منطبق با فطرت مردمه، با سرشت مردمه. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. اون فطرت الهی فطرت پاکیست، عدالت، راستگویی، مقاومت، ایستادگی، مبارزه با ظلم. اون چه اسلام میگه منطبق با فطرت انسانی است. اگر خدای ناکرده جامعه ما یه بخشی یه روزی از اسلام فاصله بگیرن، تقصیر ماست که ما درست نتونستیم اسلام رو تبیین کنیم. امام ضمن این که خب در همه جا تاکید میکنه بر موازین اسلامی، اجرای احکام اسلام، اما رو مسئله مردم سالاری هم امام تاکید میکنه. یعنی این کلمه میزان
رأی ملت یک سخن مهم حکیمانه و در این حال سیاسی و در این حال بنیادین برای نظام اسلامی بود که اصل 6 قانون اساسی بر همین مبنا تدوین شده. و جمله امام داره خطاب به منتخبین مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی، اون مجلس اولی که برای نهایی کردن و تصویب قانون اساسی تشکیل شده بود، امام در مرداد سال 58 جمله ای داره. آدم وقتی این جمله رو نگاه میکنه، الان اگر یک کسی تو یک روزنامه بنویسه ممکنه احضارش کنن، بگن آه این تو چیه گفته این حرف رو. حالا من میخونم این جمله امام رو، ببینید که ما چقدر فاصله گرفتیم با تفکر امام. امام میفرماید، خطاب میکنه به منتخبین مجلس خبرگان قانون اساسی: اکثریت هرچه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به ضرر خودشون باشد. شما که ولی اونها نیستید، شما فقط وکیل اونها هستید. مردم خودشون مصالح خودشون رو میدونن. این سخن که اکثریت مردم هرچه میگن منات و معیاره، ولی اون که حالا ما فکر کنیم یه وقتی به ضرر اونا هم هست، ولی اکثریت اینه گفتن. ما ولی مردم نیستیم که، ما حاکم نیستیم بر اراده مردم، ما وکیلیم، همه وکیلیم، تو دولت هم وکیلیم، مجلس هم وکیلیم، همه ما با آرای مردم سر کار آمدیم. با رای مردم یعنی وکیل مردم بودن، اونا رأی دادن به هر حال. و این خیلی مهمه که ما جمهوری اسلامی ایران که ثمره 16 سال مبارزه و ایثار و رهبری امام و همه مجاهدان بود از سال 41 تا سال 57 و به پیروزی رسید، روزی میماند تا روزی میماند که این دو اصل جمهوریت و اسلامیت رو ما مد نظر قرار بدیم. و در مسئله جمهوریت، مردم سالاری، آراء مردم، نظر اکثریت همیشه مهمه به عنوان یک مسئله بسیار مهم در یک نظامی که از بالا تا پایین همه مقامات بر مبنای آرای مردم و رأی مردم انتخاب میشن. و امیدوارم ما از اسلام یک تفسیر صحیح و درست و بدون تحریف به جامعهمون ارائه بکنیم، نه اسلام افراطی، نه اسلام خرافی. یه ده اسلام افراطی رو معرفی میکنن که اسلام واقعی اون نیست، یه دم اسلام خرافی رو معرفی میکنن که اسلام اون هم نیست. اسلام یک دین عقلانی هست که بر مبنای احکام خدا، که اون احکام هم منطبق بر فطرت انسانی است که خالق اون فطرت خداست، مشرع این احکام هم خداوند هست، یک وجود مقدس هست که از او نشأت گرفته هر دو، هم خلق و هم تشریع هر دو. خب امروز روزی است که علاوه بر ماه بهمن و پیروزی انقلاب و که مراحل مختلفی که ما در پیروزی انقلاب داشتیم و بعد مسائلی که بعد انقلاب داشتیم، واقعا همه جا مردم بودند، در صحنه بودند و فداکاری کردند و مقاومت کردند تا ما پیروز شدیم. بلا ما تنها بودیم تو انقلاب، ما تنها بودیم. هیچ دولتی، هیچ قدرتی، هیچ ابرقدرتی در این 16 سال مبارزه و نهضت از مبارزین و از مجاهدین این سرزمین حمایت نکرد. انقلابم که پیروز شد، در اون یک سال و نیم دو سالی که انقلاب داشت تثبیت می شد، باز ما تنها بودیم.
اون روزی که بساط درست کردن در کردستان، در ترکمن صحرا، در نمیدونم سیستان بلوچستان، در خوزستان، هر جا اون بلواهایی که یادتون هست اون سالها درست میکردن، حالا با تحریک قدرت‌های خارجی مزدوران اونها درست میکردن، برای آرامش کشور و امنیت کشور ما تنها بودیم، هیچ کس با ما نبود، ما به تنهایی این کار بزرگ رو انجام دادیم. تو جنگ تحمیلی هم باز ما تنها بودیم، 8 سال دفاع مقدس بود، ما تنها بودیم و دیگران همه طرف متجاوز بودند و ما به تنهایی ایستادیم و مقاومت کردیم. امروز هم در مسئله تحریم که سالهاست ما در فشار تحریمیم و در این 3 سال اخیر در جنگ اقتصادی و تروریسم اقتصادی باش مواجه بودیم، بازم این مردم بودن، حضور مردم بود که ما رو موفق کرد تا امروز. امروز الحمدلله دفتر سیاه ترامپ برای همیشه بسته میشه و این یکی از مصادیق اون قطع دابر القوم الذین کفرو هست، ظلمو هست و پشترش والحمدلله رب العالمین. ما هر ظالمی که سرنگون بشه میگیم الحمدلله رب العالمین. حالا ممکنه یه عده‌ای خوشش نیاد، ولی این دستور ماست، دستور اسلام ماست که اگر ظالمی مستبدی سرنگون شد، اونجا جای حمد خداست و از نعمت خدا باید استفاده کرد. آدمی که امروز حکومت منحوسش پایان پیدا میکنه، میراثی که از خودش به جا گذاشت در این 4 سال، شما میبینید در جامعه آمریکا 2 قطبی کردن جامعه آمریکا بود. الان شما میبینید در روز چهارشنبه که روز تحلیف رئیس جمهور جدیده، تبدیل شده واشنگتن دی سی به یک پادگان نظامی. این همه نظامی مسلح آمدن تا امنیت این شهر رو برقرار کنن. این جزء ثمرات کارهای ناشیانه یا مستبدانه ترامپ هست که این 2 قطبی در جامعه آمریکا به وجود آورد. انزوای سیاسی آمریکا از میراث ترامپ. آمریکا تنها موند در سیاست‌هاش. اونجایی که علیه فلسطین کار میکرد تنها موند، اکثریت دنیا با او مخالفت کردن و مبارزه کردن. اونجایی که روبروی برجام ایستاد تنها موند، در سازمان‌های بین المللی تنها موند، حداقل در سازمان ملل و در شورای امنیت در 4 نوبت، حالا نوبت‌های دیگر هم بود، ولی در 4 نوبتی که موضوع مطرح بود، چه اون سالی که ترامپ خودش ریاست شورای امنیت رو به عهده گرفت در سال 97، 1397 ریاست شورای امنیت به عهده گرفت، سران شورای امنیت دعوت کرد که برجام رو محکوم کنه، تمام 14 عضو علیه او صحبت کردن در حضور خودش، یکی یکی رؤسا علیه او صحبت کردن و این فضاحت بزرگ در تاریخ آمریکا بود برای سازمان ملل، در سازمان ملل که همچون سابقه‌ای برای آمریکا نبود. خب در هر موردی هم که آمد، در برابر برجام، در برابر ایران، در برابر قطعنامه 2231 باز هم شکست خورد. اونجایی که آمد جلو تحریم تسلیحاتی رو بگیره شکست خورد. اونجایی که آمد به اصطلاح خودش اسنپبک رو اجرا بکنه شکست خورد. اونجایی که آمد در مجمع کاری بکنه که اون اتاقهای یا کمیته‌های تحریم باقی بمونه بازم شکست خورد. یعنی در چند مورد به طور رسمی آمریکا به میدون آمد، پیشنهاد داد، پیشنهاد رسمی داد، دورگردی کرد، همه جهان رو زیر و رو کرد، این ور اون ور رفت تا رأی بیاره و شکست خورد. انزوای سیاسی جزو میراث ترامپ. حالا طول میکشه تا اینا بتونن این میراث ها رو از بین ببرن.
بی‌اعتمادی جهان نسبت به امضای آمریکا، نسبت به تعهد آمریکا، تروریسم دولتی. ما تا حالا ندیده بودیم که در آمریکا یک رئیس جمهوری صریحاً اعتراف بکنه که یک فرمانده بزرگ نظامی یک کشور رو در کشور دیگری که او مهمان بوده ترور بکنه و بعدم رسماً اعلام کنه بگه من دستور ترور دادم. یعنی یک تروریست احمق واقعا ما در تاریخ دیدیم. تروریسم دولتی رو پیشونی کاخ سفید خورد و این کار رو ترامپ انجام داد. خب امروز پایان این زندگی این آدم، دولت این آدم و حتی پایان حیات سیاسی این آدم خواهد بود. آدمی که در طول این 4 سال همه اس ظلم بود، تجاوز بود، زیر پا گذاشتن قانون بود، مقررات بود، زیر پا گذاشتن تعهدات بود. امروز انتظار ما از اونهایی که قدرت رو در کاخ سفید در دست میگیرن آن است که برگردند به قانون، برگردند به تعهدات و تلاش کنن اگر بتونن، اگر بتونن در طول این 4 سال آینده تلاش کنند تمام لکه های سیاه 4 سال قبل رو پاک کنند، اگر پاک شدنی باشه. بعضی از این لکه ها در تاریخ موند برای همیشه و پاک شدنی نیست، یک بار سنگینی رو بردوش خواهند داشت. باید به قانون برگردند، به تعهدات برگردند، به مقررات بین المللی برگردند، به قطعنامه ها برگردند، به قطعنامه 2231 برگردند. البته اگر اونها به قانون برگشتند پاسخ ما هم مثبت خواهد بود. اگر اونها صادقانه بیان و در عمل نشون بدن صداقت خودشون رو در برابر این قانون، در برابر اون قطعنامه‌ای که خودشون رأی دادن، در برابر اون تعهدی که خودشون امضا کردن، طبیعی است ما هم به همه تعهدات خودمون عمل خواهیم کرد. برای دنیا و برای ملت ما بیشتر روشن شد که سیاست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی نسبت به ایران 100% شکست خورده. امروز درست مردم در طول این 3 سال رنج کشیدن، اما در این حال شکست این سیاست برای همه مبرهنه و دیدن ما در این 3 سال مردم ما مقاومت کردند، استقامت کردند، تحمل کردند، صبورانه رنج رو تحمل کردند و عبور کردیم. و حتی در این 1 سال اخیر که کرونا هم زمینه شد در کنار تحریم، باز هم مردم ما در صحنه بودند و باز هم ترامپ جنایات جدیدتری مرتکب شد. حتی در مقطع کرونا هم برای اینکه ما بتونیم واکسن کرونا را بخریم، اونا باز مانع شدند، اونا باز سنگ اندازی کردند. برای اینکه برای مردم کشورمون دارو بخریم، باز هم سنگ اندازی کردن. هر کجا هر اقدامی تونستن علیه منافع ملی و ملت ایران انجام بدن انجام دادن و به حمدالله شکست خوردن. امروز ما میبینیم بعد از این همه فشار مسیر صادرات غیر نفتی ما به سمت عادی شدنه، تقریبا داره مسیر عادی سالهای پیش رو طی میکنه. صادرات غیر نفتی ما، صادرات نفتی ما هم شرایط امروز ما از ماهای پیش به مراتب بهتره. صادرات فراورده های نفتی ما هم در مسیر درست داره حرکت میکنه. خب این به معنی شکست کامل این سیاست هست. خب حالا اگر واردین جدید در کاخ سفید از آنچه که گذشته درس عبرت گرفته باشن، البته اون آدمی که قبلا رو کار بود و امروز تمام میشه و پرونده سیاهش بسته میشه، سیاست بلد نبود، برجساز بود دیگه، حالا به فکر برجسازی خودش بود همیشه، سیاست هم تو همون وادی میدید، چیز دیگه سرش نمیشد. ولی اینایی که جدید آمدن خب تو سیاست بودن، مسائل سیاسی رو میفهمن.
اگر اونها نسبت به تعهدات قطعنامه 2231 امضایی کردند، در برابر اون در ایران هم یک امضا خواهند دید، نه بیشتر. اگر اونها فرمانی صادر کردند، در برابر اون در ایران هم فرمانی خواهند دید، نه بیشتر. اگر اجرای مؤثر تعهدات خودشون رو انجام دادند، این طرف هم بدونن اجرای مؤثر همه تعهدات خواهد بود. توپ امروز در زمین آمریکا و واشنگتن هست. اگر برگردند عمل کنند به تعهدات، ما هم به تعهدات خودمون عمل میکنیم. ترامپ مرد، زندگی سیاسیش تمام شد و برجام زنده موند. این تمام تلاشش این بود که برجام رو از بین ببره و ناموفق بود، نتونست. تندای آمریکا، اسرائیل، عربستان همه دنبال این بودن، ناموفق بودن. برجام امروز زنده است، سرحالتر از دیروزه برجام، علارغم اون چی که تندروهای آمریکا میخواستن. اون رفت با اون پرونده سیاهش و این ماند همچنان مقاوم. حالا دیگه این وابستگی داره به 5+1. اونا اگه به تعهداتشون عمل کردن، بدونن ما هم به تعهداتمون عمل میکنیم. برای اینکه روشن شد، ببینید در این ماجرا، من خواهش میکنم از رسانه ها، از دوستان، از اونایی که با دولت میانه خوبی ندارن، همه واقعیت رو بگیم، حقیقت رو بگیم. این واقعیت رو نمیشه پنهان کرد، حقیقت رو نمیشه پنهان کرد. اون چه به سر ما آمد در این 3 سال توطئه‌های ترامپ بود. فعلا اگه این توطئه‌های ترامپ بذارید کنار، یعنی ما تو این 3 سال اگر مثل عادی، مثل همیشه نفت میفروختیم، بانک ما همین فعالیت رو داشت، بقیه بیمه ما، کشتیرانی ما، همه اونهایی که تحریم کردن، ما شرایط ما کاملا متفاوت بود، یک شرایط جدیدی بود. حالا من راجع به بودجه حرف میزنم، اینکه ما 2,300,000 گذاشتیم دلیلش چی هست و اونهایی که اگر مخالف باشن باید اثر کار خودشون رو بدونن. حالا اون رو من بعد از این صحبت میکنم. اون چه انجام گرفت توطئه اونها بود، نسبت به اهدافشون 100% شکست خوردن. میخواستن حکومت ما رو از بین ببرن، میخواستن نظام رو از بین ببرن، میخواستن مردم به خیابون بیارن. اینا همه شکست خورد و از بین رفت. البته رنجی برای مردم ما گذاشتن و ننگی برای خودشون، این حالا یه بحث دیگری هست. اما امروز ما آمادگی داریم اگر طرف مقابل با صداقت بیاد به میدان، این مسائل حل و فصل بشه. خیلی سریع هم میتونه حل بشه، اصلا هیچ پیچیدگی حقوقی نداره. به تمام تعهدات بیان بگن ما عمل میکنیم و شروع کنن به عمل، ساعت بعد ما به همه تعهدات عمل میکنیم. کاری نداره، اصلا چیزی نیست. اگر اونا اراده باشه، اگر صداقت باشه، اگر نباشه که خب مهم نیست، ما کار خودمون رو انجام میدیم، ما برنامه خودمون رو انجام میدیم. اون چه به وجود آمده این که شرایط 3 سال پیش تکرار نخواهد شد، این ملت ما بدونن. اون چه در این 3 سال رنج کشیدن، اون شرایط تکرار نمیشه. حالا اینکه چه شرایطی به وجود میاد یکم باید صبر کنیم، ولی اون شرایط ادامه پیدا نمیکنه. همه آمار و ارقام ما همین واقعیت رو میگه. امروز ما ارز ما هم داره میره به سمت تعادل، باز همین رو میگه. قیمت مسکوکات ما هم داره به همین علامت ها رو داره میگه. انتظارات مردم همین علامت ها رو داره میگه. آمار و ارقام فعالیت های ما تا امروز 73,000 میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص دادیم و حدود 66,000 میلیارد تومان پرداخت کردیم برای طرح‌های عمرانی. نسبت به پارسال 69% افزایش داره.
فعالیت طرح‌های عمرانی ما، پرداخت پول‌های ما، اون شرایط سخت برای ما بود. ما نسبت به مردم و معیشت مردم هم هرچه در توان داشتیم انجام دادیم. حالا این توان ما در حدی که ما توان داشتیم برای اونهایی که در فشار اقتصادی بودند، ما اقداماتی کردیم، هم تسهیلات هم پرداختا. برای سال آینده هم پیشبینی های لازم رو ما در بودجه انجام دادیم و انشالله انجام میدیم. در این بخش نکته آخر من اینه، آمریکا فشار حداکثری رو انتخاب کرد. توقع ما این بود که همه دوستان سیاسی ما هم حمایت حداکثری از دولت رو انتخاب میکردن. خب بعضیا این کار رو کردن، خدا خیرشون بده، و بعضیا نکردند. این در تاریخ زندگیشون خواهد موند که در روزهایی که ما در میدان جنگ بودیم و در برابر یک آدم کثیف و مستبد ایستادگی کردیم، تنها هم بودیم، به جای اینکه ما رو یاری کنن، ما رو کمک کنن، زبان دیگری رو انتخاب کردن که من نمیخوام راجع به اون زبان توضیح بدم. زبان خوبی نبود. ما امروز یک هدف داریم، ما امروز یک کشور داریم، ما امروز یک قانون داریم، ما امروز یک رهبر داریم، ما امروز یک منافع ملی داریم، یک مصالح ملی داریم. حالا انتخابات 1400 هم جزو انتخابات هاست دیگه، انتخاباتی انجام میگیره دیگه. این همه نباید دولت اذیت کنیم به خاطر انتخابات آینده. انتخابات هم اون چه برای ما مهمه، همونی که امام گفت، حضور اکثریت قاطع مردم در انتخابات. همیشه مقام معظم رهبری، من چند بار از ایشون شنیدم که در انتخابات، ایشون عمومی هم فرموده، خصوصی هم چند بار من از ایشون شنیدم که فرمود در فلان انتخابات، نزدیک انتخابات میشد، ایشون فرمود این کی برنده بشه مهم نیست، یا این برنده میشه یا اون برنده. برای من مهمه که اکثریت قاطع مردم حضور پیدا کنن، این مهمه برای من، ولی حالا هر که میخواد انتخاب بشه. اگر اکثریت مردم پای صندوق آرا آمدند، ما پیروزیم. اگر اکثریت پای صندوق نیامدند، ما شکست خوردیم. هر که میخواد تو اون انتخابات رأی آورده باشه، همه تلاش کنیم. دولت همه توان خودش میذاره، وزارت کشور همه توان خودش میذاره. من خواهش میکنم از همه سیاسیون، همه احزاب، اولین هدف ما این باشه که مردم حضور حد اکثری پای صندوق آرا پیدا کنن. حالا هم هر که بخوان رأی بدن، هر که رأی آورد، قدمش مبارک، انشاءالله برای کشور و همه مردم حمایت میکنن. نکته دومی که میخوام بگم، لایحه بودجه یک لایحه بسیار مهمه. علت این که من هفته پیش گفتم، قبلا گفتم، این هفته دارم میگم، به دلیل اینکه لایحه بودجه بسیار اهمیت داره برای زندگی مردم، برای سال آینده، برای اقتصاد کشور، برای تولید کشور، برای صادرات کشور، برای واردات کشور، برای معیشت مردم خیلی مهمه. یک برنامه است که یک ساله زندگی رو تنظیم میکنه، هم برای دولت هم برای فعالان اقتصادی. در لایحه بودجه جای ادبیات غیر اقتصادی نیست، ادبیات غیر کارشناسی نیست، جای اتهامات و اینا نیست. اصلا این تو بودجه اینجوری کسی حرف نمیزنه. من 27 سال تو بودجه هستم و برای اولین بار امسال من ادبیاتی رو میبینم که ناپسند هست. 20 سال من نماینده مجلس بودم، لایحه بودجه رو بررسی کردیم. ما 7 سال گذشته ما لایحه دادیم به مجالس گذشته در دولت 11 و 12. این امسال 8مه، 28مین تجربه ما. امسال متفاوت با همیشه. چرا خب اینجوره؟ برای چی؟ نمایندگان محترم مجلس باید بدونن ما باید با هم همکاری کنیم. مردم از ما همکاری میخوان. ما هر دو نماینده مردمیم. من نماینده مردمم، من وکیل مردمم، شما هم وکیل مردم هستید.
من رأی مردم دارم، شما هم رأی مردم دارید، با هم همکاری کنیم، در کنار هم باشیم. آخه جای ادبیات سیاسی نیست در بودجه. بودجه جای ارقام اعداد محاسبه است، قانونگذاری برنامه سال آینده است، حساب و کتاب. جای شعار نیست که من شعار بدم اون شعار بده، چه فایده داره؟ من بلدم همه اون شعارها رو جواب بدم، ولی اصلا مردم اینا رو از ما نمیخوان که اونا شعار بدن من جواب بدم، من یه چیزی بگم اونا جواب بدن. مردم بودجه خوب میخوان، مردم زندگی بهتر میخوان، مردم معیشت بهتر میخوان. چرا ما در بودجه 2,300,000 گذاشتیم برای نفت؟ خواستیم به دنیا اعلام کنیم فشار حد اکثری شکست خورد، تحریم شکست خورد. ما اینه میخواستیم بگیم 2,300,000 که گذاشتیم، بعضیا توجه نکردن معنی این کار چیه. هی با ما جر و بحث کردن، آ 2,300,000 میتونید بفروشید، 2,000,000 نکنه 2,100,000 بفروشید. بابا ما داریم پیام میدیم به دنیا، ما داریم میگیم ترامپ شکست خورد، ما داریم میگیم فشار حد اکثری تروریسم اقتصادی شکست خورد، ما میگیم ما نفت رو 2,300,000 میفروشیم. شمای تردید میکنید، خب حالا تردید. بعد میگید که در بودجه سهم نفت کمتر باشه، خب شما سهم نفت کمتر کردید. شما میگید ارزش پول ملی بیشتر باشه، شما ارزش پول ملی رو بیشتر کردید. خب مردم ما باید قضاوت کنن، این مسئله بسیار مهمه. ببینید ما 2,300,000 بشکه نفت گفتیم سال دیگه میفروشیم، ماحصل اون 199,000 میلیارد تومان بوده، کمتر از 200,000 میلیارد تومان. آقایان آمدند 2,300,000 کردن 1,500,000، بعد به جای 199,000 شد 230,000. عجب چشمبندی عجیبی شد، نفت کم شد پولش رفت بالا. این چجور چشمبندی بود انجام گرفت؟ در تاریخ ما ندیده بودیم. ما 199,000 میلیارد تومان گذاشتیم، اینا آمدن در کمیسیون ترفیع کردن 230,000، 31,000 میلیارد تومان اضافه کردن وابستگی بودجه رو به نفت. حالا چجوری درست کردید شما؟ اینکه هزار کم کردید که 1,500,000 نفت شد. خب هر کسی که چهار عمل اصلی رو بلد باشه، همین کلاس دوم دبستان باشه، میتونه محاسبه کنه که شما چه کار کردید. ما نفت رو بر مبنای 12,000 تومان 11,500 حساب کردیم، شما آمدید نفت کردید قیمت دلار رو کردید 17,500 تومان. این که خیلی ساده است، آدم ارزش پول ملیش کم کنه، 6,000 تومان شما ارزش پول ملی رو کم کردید تا حساب کتابتون جور در بیاد. بعد میگید ما نگفتیم که ارز قیمت دلار 17,500 تومان. کی ما گفتیم؟ خب این چیه؟ این دنبه خروس اینه دیگه، اینجاست دیگه، با قسم از عباس جور در نمیاد که این عدد رقم همهش معلومه. من خواهش میکنم از نمایندگان محترم مجلس، اولا اصولی که ما داشتیم یعنی چشمانداز روشن برای اقتصاد، یعنی شکست تروریسم اقتصادی، یعنی بالا بردن ارزش پول ملی، یعنی اصلاح معیشت مردم، یعنی فروختن اموال دولت و کوچک کردن دولت و چابک کردن دولت. تمام اهدافی که ما در بودجه داشتیم، کالای اساسی، دارو، ما یه حرف مهمی در بودجه زدیم، گفتیم باید کالای اساسی 4200 تومان باشه، اگر خواستیم تغییر بدیم در اختیار دولت باید باشه، شما نمیتونید تغییر بدید. امروز میخواید تغییر بدید بعد 4 ماه بعد اجرا بشه، این 4 ماه چی میشه؟ زندگی مردم چی میشه؟ سوء استفاده چی میشه؟ رانت چی میشه؟
من خواهش میکنم از کمیسیون تلفیق، از رئیس محترم مجلس، از تمام نمایندگان محترم مجلس، دست به دست هم بدیم، با هم فکری کنیم. مسئله مهمه، مسئله زندگی مردم، آینده مردم. با کمک هم دیگر بتونیم یک بودجه رو انشاءالله نهایی بکنیم. هم دولت نظراتش مراعات بشه، هم نظرات شما مراعات بشه، اصل هم منافع مردم هست و ما بتونیم از این مسئله به خوبی عبور کنیم انشاءالله. و نکته آخر، فردا یک افتتاح بسیار مهمی ما داریم، یعنی افتتاحی که نشون میده که تحریم حداکثری چه بلایی سرش آمده. یک طرح فردا افتتاح میشه، 3 میلیارد دلار پالایشگاه گاز بید بلند 2 فردا افتتاح میشه. این افتتاح مهم که 3 میلیارد دلار هزینه شده و مهمتر این که تمام فلرها، این گازهایی که میسوخت تو فضا، همه اینا جمع میشه، فضا یعنی محیط زیست رو درست میکنه، اتلاف منابعی که میشد جلویش گرفته میشه. و من یادم هست از همون هفته های اولی که در دولت 11 من انتخاب شده بودم، یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری به من فرمود برای این گازهایی که میسوزه، برای این فلرهای فکری بکنید، که من به ایشون گفتم ما این طرح داریم، دنبال میکنیم، به نتیجه میرسونیم. طرحی که فردا افتتاح میشه، البته قبل از دولت ما شروع شده بوده، اول دولت ما 18% این طرح اجرا شده بوده و بقیه این طرح یعنی 82% در این دولت نهایی شده. یک پالایشگاه نیست، یک شهر بزرگه. حالا فردا مردا میبینن صدا و سیما نشون میده این افتخار بزرگ رو. یکی از پنجشنبه های بسیار درخشان ما فردا هست که این طرح بسیار مهم رو ما افتتاح میکنیم. من میخوام از همه اونهایی که در نفت، در گاز، در وزارت نفت تلاش کردن در این مدت، واقعا تشکر بکنم. مردم ما بدونن 14,000 روستا گاز داشتن تا سال 92، از زمان رژیم گذشته تا 92، 14,000 روستا، و امروز بیش از 32,000 روستا گاز دارن و تا آخر این دولت انشاءالله حدود 35,000 روستا گاز خواهند داشت. 95% مردم ما از شهر و روستا از گاز دارن استفاده میکنن. ما حتی یه استانی که از گاز محروم بود در این دولت تلاش کردیم گاز رو به سیستان و بلوچستان رسوندیم. من واقعا متشکرم از همه اون عزیزان، کارگران، مهندسین، از همه اونهایی که تو هوای گرم، تو هوای شرجی تلاش کردن شبانه روز این کار بزرگ رو به ثمر رسوندن. تولید گاز ما در پارس جنوبی بیش از 2 برابر شده نسبت به سال 92، 2.5 برابر شده حدوداً، 2.5 برابر شده. کار عظیم و بزرگی است که انجام گرفته. هی میگم برجام چه کار کرده؟ او یکیش برجام همینه. برجام این کاری کرد دیگه. این که شما میبینید در پارس جنوبی ما تونستیم 17 فاز رو به نتیجه برسونیم، بعد از این بود که برجام اجرا شد که ما تونستیم کمپرسورهایی که همه مونده بود ورداریم بیاریم تو کشور، نصب کنیم، قطعات رو بگیریم. این آثار برجامه. ما امروز رو پای خودمون ایستادیم، رو بنزین و گازوئیل. ما وارد کننده بنزین بودیم قبل از 92، وارد کننده گازوئیل هم البته بودیم، وارد کننده بنزین بودیم. میلیاردها دلار پول میدادیم بنزین وارد میکردیم، تازه به ما نمیفروختن، تازه ناچار شده بودیم بریم تو پتروشیمی که حالا اون اثرات سور و زیانبار رو داشت. امروز ما صادر کننده هستیم. میلیاردها دلار ما وارد میکردیم بنزین، امروز میلیاردها دلار صادر میکنیم. امروز روزانه 110 میلیون لیتر بنزین ما تولید میکنیم. تازه این بنزین ما
اکثرش بیش از 75% یورو 4 و یورو 5 از لحاظ مویزیسی کار عظیم و بزرگی انجام گرفته. خب این کار عظیم، کار بزرگ و تو پتروشیمی کاری که انجام گرفته یک کار عظیم و بزرگی. ما امسال 17 تا پتروشیمی رو افتتاح میکنیم که حالا 8-9 تاش افتتاح کردیم، بقیهش هم افتتاح میکنیم. یه افتتاح بزرگم که فردا هست، همین پالایشگاه گاز بیت بلند که حالا ثمرات این پالایشگاه تبدیل میشه به مواد لازم پتروشیمی. خب این کار عظیم و بزرگ انجام گرفته در این دولت در شرایط تحریم، در شرایط فشار حداکثری. ما باید تبریک بگیم به ملت ایران، ایستادگی صبوری ملت ایران، تبریک بگیم به همه اونهایی که در نفت و گاز، در آب و برق، در کشاورزی، در دفاع، در تمام زمینه‌ها ایستادگی کردن، فعالیت کردن و امروز ما میبینیم آثار اون رو. دولت با سیاست درست اقتصادی و سیاست خارجی تونست این راهبرد رو پیش ببره. امروز ما میتونیم به یک نتایجی برسیم که کاملا قابل مقایسه است با سالهای گذشته و میتونیم نشون بدیم که استادگی و مقاومت و تلاش ملت ما در تولید، مخصوصا در سال جهش تولید، ما امسال شاهد ثمرات بسیار خوب برای مردم بسیار عزیزمون هستیم و خواهیم بود ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.